این برنامه در ارتباط با اخبار 24 ساعت گذشته در مورد پیمان عارفی است که به دروغ بهش گفتن فرار کرده و رفته خارج. همون گونه که میدونید مادر و خواهر پیمان در سانه تصادفی که براشون پیش اومد در راه برگشت از ملاقات با پیمان جان خودشون رو از دست دادن و این مسئله باعث شد موج عظیمی از اعتراضات بر جمهوری اسلامی وارد بشه. جمهوری اسلامی وقتی موج اعتراضات رو دید 2 میلیارد تومان وثیقه تعیین کرد تا پیمان عارفی بتونه سر مزار حاضر بشه، اما با موج اعتراضات و گستردگی اعتراضات به جمهوری اسلامی این 2 میلیارد تومان به 1 میلیارد کاهش پیدا کرد و پیمان عارفی به مرخصی آمد. اما از لحظه که پیمان عارفی به مرخصی اومد، اخباری مبنی بر فرار او به خارج از کشور منتشر شد و در پی اون حملاتی به سوی آقای پیمان عارفی آغاز شد که ایشون از خون مادر و همسر خودش سوء استفاده کرده و به خارج از کشور اومده و حالا با این ترتیب زندانیان سیاسی دیگر نمیتوانن مرخصی بگیرن و این حرکت آقای پیمان عارفی خیانت به زندانیان سیاسی است. این خبر به سرعت پخش شد و اصلاح طلبان و سایت های جمهوری اسلامی یک صدا بر علیه پیمان عارفی علم زدن. اما این خبر چجوری منتشر شد؟ منبع این خبر کجا بود؟ چه کسی برای نخستین بار این خبر رو منتشر کرد؟ این برنامه میخواد به این مسئله بپردازد. این خبر برای نخستین بار از توی یکی از نیروهای رده دهم حزب مشارکت که نزدیک به 3 سال پس از انتخابات 88 زندان بود و همبندی سابق پیمان عارفی و خود من و خیلی از زندانیان دیگر بود منتشر شد. این شخص کسی نبود جز آقای مهدی اقبال. آقای مهدی اقبال نخستین کسی بود که در فیسبوک خودش این چنین نوشت: قصه توتی و بازرگان با یک تفاوت تراژیک بازخوانی شد. پیمان عارفی شب گذشته در راه فرودگاه اهواز ناپدید و احتمالاً متواری شده. همراه پیمان توضیح داد: پیمان اظهار کرد که حالم بد شده، من اتومبیلم را متوقف کردم، پیاده شد، سریع به سمت دیگر جاده رفت، جلوی ماشینی را گرفت، سوار شد و رفت. تا همکنون نیز هیچ خبر جدیدی از پیمان در دست نیست. تشییع جنازه ساعت 9:30 در بهشت زهرا انجام خواهد شد. پس از اینکه آقای مهدی اقبال پیمان عارف رو به توتی و بازرگان تشبیه کرد و یک حمله ای به ایشون کرده و گفتش که ایشون متواری شده، واژه متواری استفاده کردن، اما پس از ایشون سایت انصاف نیوز که برای اصلاح طلبانه و پیشتر آرش صادقی رو نیز زیر پرسش برده بود شروع کرد به قلم فرسایی. اما پس از اون سایت های جمهوری اسلامی نوشتن که پیمان عارفی همکنون خارج از کشوره و گریخته و به خون مادر و همسر خودش خیانت کرده. اما در همین حین کامنت هایی بین نیروهای اصلاح طلب که بیشتر از جمهوری اسلامی شروع کردن به قلم فرسایی جالب بود. خود آقای مهدی اقبال در چندین جا اینگونه کامنت میذاره: لطفاً برای بزدلی و بیمسئولیتی این حضرت آقا توجیه نیارید. من میدونم که الان خانوادهش و به خصوص خالهش به شدت درمونده و خجالت زده و وثیقه گذارانن، واقعا مستصل شدن و آبروشون هم در خطر افتاده. موضوع احساسی هست. چه تراژدی از این بالاتر که مادر و همسر طرف در راه ملاقات با این سوگلی کشته میشون، جنازهشون 5 روز روی زمین میمونه به خاطر این آقای محترم، ولی آخر مثلا چه برخوردی باید میکردی؟ فرار حق زندانی قبول، اما این حضرت آقا میتوانست بیاد بالای سر جنازه مادر و همسرش، مراسمش را با آبرومندی انجام بده و در فرصت باقی مونده فرار کنه. کسی که از حداقل معرفت برای این کار برخوردانی است، به نظر شما رفتارش قابل دفاعه؟ واقعا خانم علی نژاد قبول ندارید این قضیه برای دیگر زندانیا، به خصوص کسانی مثل مجید دوری و ضیاء نبوی ایجاد مشکل میکنه؟ اولا وثیقه 1 میلیارد بوده، دوما طرفی که وثیقه گذاشته اعتماد کرده که این کار را انجام داده و این آقا به اعتماد مردم به همدیگه خیانت کرده. از همه مهمتر اتهام پیمان که همبندی من بوده اصلا سیاسی نیست و جهت اطلاع برخی دوستان ایشون قبل از انتخابات دستگیر شدن به اتهام خرابکاری و اقدام تروریستی. در این حین یکی از دوستان دیگه به نام اسماعیل صحابه از حزب مشارکت به ظاهر میاد دفاعی بکنه از پیمان عارفی، ولی کامنتش خیلی جالبه. کامنتش رو نگاه کنید: من معذرت میخوام ولی توضیحی که به دوستم دادم اینجا هم می‌نویسم. 1. پیمان قبل از اومدن به مرخصی هماهنگ کرده و در راه فرار از ایرانه.
2. به خاطر شرایط روحی حاضر به حضور در جمع دوستان و فامیل نزدیک نیست. کار اول بسیار عقلانی است. از طرف ایشون به خاطر فشارهای این چندین ساله و نبود آینده‌ای برای ایشون. بله، آقای اسماعیل صحابه جوری می‌نویسه که انگار خودش خبر دقیق داره که پیمان عارفی هماهنگ کرده و فرار کرده. اما در پی این اشخاص دیگری هم بودن، اشخاصی که به صورت زننده اومدن به پیمان عارفی حمله کردن. یکی از این اشخاص شخصی نیست جز فؤاد شمس، یکی از نیروهای چپ کمونیستی که سر در آخر جریانات اصلاح طلب داره. ببینید ایشون چجوری می نویسه. محمد اسماعیل صحابه تبریزی: اسماعیل جان، میدونی نکته بد داستان چیه؟ اینکه دیگه لااقل تا چند وقت به هیچ زندانی مرخصی نخواهند داد. این خیلی بد خواهد بود. بله، این آقای فؤاد شمسی می نویسه که یک سال زندان بوده با ده ها مرخصی، تقریبا ماهی یه روز مرخصی رو ایشون حداقل داشتن. حالا در مورد 5 سال زندان پیمان عارفی اینگونه می نویسن. واقعا شرم‌آور نیست؟ اما گل سرسود تمام این اصلاح طلبان دونپایه سایت کلمه بود که خبر مفقود شدن پیمان عارفی رو اینگونه منتشر کرد. پیمان امیررضا عارفی که دیروز با تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان مسجد سلیمان به مرخصی آمده بود، با وجود داشتن بلیت پرواز به تهران در ساعت 8:30 شب گذشته به تهران نیامد. به گزارش کلمه این زندانی امنیتی محبوس در زندان مسجد سلیمان پس از نزدیک 5 سال حبس و در حالی که 10 سال از حکمش باقی مانده دیروز به مرخصی اعزام شد تا در مراسم تدفین پیکر مادر و همسر خود که در تصادف کشته شده بودند شرکت کند. اما وی امروز در این مراسم حاضر نشده است. که هم صدا با حسین بازجو و بازجویان وزارت اطلاعات و تلویزیون آقای زرقامی پیمان عارفی رو به جایی که زندانی سیاسی خطاب کنه زندانی امنیتی خطاب کرد. ای شرم بر شما کسانی که قلم فرسایی کردید در سایت کلمه و حاضر نشدید پیمان عارفی رو زندانی سیاسی بنامید. چه بخوایم چه نخوایم پیمان عارفی زندانی سیاسی است و شما نمیتونید اینو منکر بشید، ولی شماها نوشید زندانی امنیتی. اما کسانی هم بودن که وجدان و قلم خودشون رو در این مورد نفروختن. یکی از این اشخاص کسی است که من خیلی بارها بهش حمله کردم و کاراشو نقد کردم و حتی با لحن تندم بهش پرداختم. اما در ارتباط با پیمان عارفی در برابر اصلاح طلبانی که در داخل ایران نشسته بودن و پیمان عارفی رو محکوم می‌کردن ایستاد و مقاله‌ای نوشت. اون کس کسی نبود جز مسیح علی نژاد که از طریق این برنامه در ارتباط فقط و فقط در مورد مسئله پیمان عارفی ازش سپاسگزاری میکنم و درود میفرستم به شرفش که حداقل جلوی این آدمهایی که قضاوتها کردن در مورد پیمان عارفی ایستاد و مقاله‌ای رو نوشت که حداقل اگه 5 سال سکوت کردید همکنون هم سکوت کنید. اما کس دیگری که سمباتی داره حتی با اصلاح طلبان ولی این مسئله رو برنتابید و به وجدان خودش رجوع کرد آقای سید مشتبه واحدی بود که از این طریق من از ایشون هم سپاسگزاری میکنم. ایشون کامنتی رو در فیسبوکشون قرار دادن بدین مضمون: چه کسی میگوید قضاوت های آشیخ صادق لاریجانی و سایر قضات او ناحق است؟ ما بهتر میفهمیم یا سایت کلمه که پیمان عارفی را زندانی امنیتی نامیده است؟ یعنی سایت کلمه همانند قوه قضاییه عارفی را زندانی سیاسی نمیداند و به او لقب زندانی امنیتی میدهد. پیوندشان خجسته. و در نهایت شخص دیگری که به وجدان خودش رجوع کرد آقای سعید قاسم نژاد بود که ایشون هم در فیسبوک خودش اینچنین نوشت: خب امروز هم یه چشمه دیگه از عملیات موفقیت آمیز دستگاه امنیتی رو سر ماجرای این بنده خدا پیمان عارفی دیدیم. کلا با استخدام 1-2 نفر کل ماجرا از اینکه مادر و همسر این بنده خدا کشته شدن تغییر پیدا کرد به اینکه نامرد سلطنت طلب که باید اعدام میشد از زندان فرار کرده و به جنبش ضربه زده. لااقل مستخدمین وزارت رو این وسط بشناسید. البته دیگه همکاری با دستگاه امنیتی نظام مقدس انقدر علنی و بدون قب شده که شناختن 1-2 نفر خبرچین دونپایی خیلی تفاوت زیادی ایجاد نمیکنه. یادتون میاد چند وقت پیش آرش صادقی رو به باد انتقادات گرفتن دروغ میگه؟ یادتون میاد هر کسی رو که این آقایون اصلاح طلب که خودشون یه عمر تو حکومت بودن برنتابن هزاران انگ تروریستی و جاسوس و حتی مأمور وزارت اطلاعات بهش میچسبونن. دیدیم خیلی از کسانی به مانند من که پاشون به خارج میرسه حجمه حملات بهشون آغاز میشه. اما این بی وجدان ها در مورد پیمان عارفی
خیلی زود آغاز کردن و پیمان عارفی تنها و تنها پس از 5 سال برای 5 روز مرخصی اومد و از همون دقیقه پیمان عارفی رو کوبیدن. اما در نهایت همون گونه که پیشبینی کرده بودم و در همون ساعتهای اولیه در فیسبوک هم نوشتم، از شناختی که از پیمان عارفی دارم ایشون علاوه روحی شرایط مناسبی نداره و من میترسم بلایی سر خودش بیاره، ایشون رفته بودن در محل حادثه‌ای که برای مادر و خواهرش اتفاق افتاده رو اونجا رو ببینه و اونجا میخواسته خودشو از بین ببره که خدا را سپاس این کار رو نمیکنه و پشیمون میشه و برمیگرده خانه. امروز هم رفت سر مراسم مادرش. نمیدونم که این مسئله رو چگونه میشه برداشت کرد. این اتفاق نتیجهش 24 ساعت کمرنگ شدن حمله به جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی در 24 ساعت به جایی که به خودش حمله بشه توانست کاری بکنه که پیمان عارفی صاحب مصیبت مورد اتهام قرار بگیره. در این زمینه آقای مهدی اقبال نقش برجسته‌ای رو ایفا کرد. آیا مهدی اقبال در این داستان سر خود عمل کرده بود و یا مأموریت داشت؟ این برنامه با اسنادی که منتشر کرد، کامنت های آقایون و اتفاقاتی که افتاده قضاوت رو به شما بینندگان عزیز می سپاره که آیا این اتفاقات از سوی جمهوری اسلامی هدایت شده بود یا نه. نتیجهش مسلماً به نفع جمهوری اسلامی تموم شد و 24 ساعت جمهوری اسلامی از بار حمله نجات پیدا کرد. اما نقش مهدی اقبال در این وسط چی بود؟ این قضاوتش با شما هم میهنان عزیز است. پاینده باشید.